سلام به کانال همگان با ورزش خوش آمدید. از جمعه شب فصل 2024-2025 لیگ برتر انگلیس شروع می شود و همان هفته نخست هیجان به خانه طرفداران جذاب ترین لیگ دنیا خواهد آمد. آندره اونانا در وزبان منچستر یونایتد می گوید که در فصل جاری تمامی جام های ممکن را می خواهند. باشگاه های عربستانی پیشنهادهای هنگفت بر رافینیا و ایلکای گوندوگان را ارائه کرده و امیدوار به جذب این دو بازیکن هستند. کریستیانو رونالدو ستاره النصر با انتشار ویدیوی کنجکاوی طرفداران فوتبال را برانگیخته است. آنسی فلیکس سرمربی جدید بارسلونا میگوید از مشکلات با خبر بوده اما شرایط این تیم و بازیکنانی که در اختیار دارد راضی است. دنی کارواخال رکورد جالب را در ترکیب ریال مادرید و تیم ملی اسپانیا به ثبت رسانده و چهار جام قهرمانی در چهار ماه متوالی کسب کرده است. پس از کنار گذاشتن کیزا ستاره یوونتوس توسط تییاگو موتا سرمربی بونویپیر میلان و روم برای خریدن این بازیکن دست به کار شدند. آژاکس در یک تقابل دیوانوار در ضربات پنالتی برابر پاناتینایکوس پس از 35 پنالتی با نتیجه 13-12 به پیروزی رسید و به مرحله بعدی انتخابی لیگ اروپای 2024-2025 صعود کرد. لیورپول پس از ناکامی در جذب مارتین زوبیمندی از ریال سوسیداد به سوژه اصلی تمسخر رسانه‌های اسپانیایی تبدیل شده است. در هفته اول فصل جدید لالیگا دیشب دو بازی برگزار شد که هر دو با تساوی به پایان رسید. در اولین بازی دیشب تیم اتلتیک بیلبائو از خطافه میزبانی کرد و این بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. در دیگر بازی دیشب هم دو تیم با تساوی زمین را ترک کردند. ریال بتیس در ورشگاه ویامارین از خیرونا میزبانی کرد. قبل از اینکه بریم به ادامه گزارش کانال را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید، با دوستانتان شریک سازید و همچنین کامنت های مقبول خود را زیر همین ویدیو بگذارید. کریستیانو رونالدو پروژه جدید خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته و ویدیوی او منجر به گمانه‌زنی‌های زیاد درباره آنچه ممکن است او در ذهن داشته باشد شد. این فاکس‌داره پرتغالی اشاره‌ای درباره سرمایه‌گذاری احتمالی بعدی خود را کرده است. او با انتشار پست رمز آلود در اینستاگرام کنجکاوی میلیون‌ها دنبال کننده خود در اینستاگرام را زیاد کرد که گمانه‌زنی‌های بسیار زیاد را برانگیخت. تیزر کوتاهی که در رسانه‌های اجتماعی او به اشتراک گذاشته شد، میکروفون‌هایی را به نمایش می‌گذارد که با مارک CR7 به چشم می‌خورند و بسیاری را به این باور رساند که رونالدو در حال آماده شدن برای راه‌اندازی یک مجموعه پادکست است. مارسلو هم تیم سابق رونالدو در مادرید برای او کامنت گذاشت. داری چه کار می‌کنی؟ زود به من بگو. آلوارو موراتا مهاجم فعلی میلان نیز در همین راستا پرسید. داری چه چیزی را آماده می‌کنی؟ کانر مک‌گرگور ستاره UFC نیز دیگر چهره معروف بود که از کریستیانو رونالدو سوال کرد. چه کار داری می‌کنی پسر؟ گنجاندن نام تجاری CR7 روی میکروفون های دیده شده در این ویدیو این پیشبینی را مطرح میکند که رونالدو واقعا میتواند وارد دنیای پادکست شود. اگر واقعا رونالدو وارد این عرفه شود مطمئنا گفتگوهای او با چهره های مختلف فوتبالی بازتاب بسیار زیاد خواهد داشت که میتواند یک فعالیت اقتصادی موفق دیگر با نام ستاره فعلی تیم النصر عربستان باشد. از جمعه شب فصل 2024-25 لیگ برتر انگلیس شروع می شود و همان هفته نخست هیجان به خانه طرفداران جذاب لیگ دنیا خواهد آمد. اولین تیمی که در فصل جدید استارت می زند منچستر یونایتد است که به مساف فولام می رود. لیورپول کارش را با نبرد مقابل ایپسویچ تاون آغاز می کند و آرسنال هم به مساف فلورهمپتون می رود. اما اولین نبرد بیگ سیکس دیدار چلسی منچستر یونایتد خواهد بود که یکشنبه برگزار می شود و در آخرین بازی هفته نخست هم تاتنهام به مساف لستر سیتی می رود. در آستانه شروع فصل جدید و وقتی که اکثر تیم‌ها به اهدافشان پیش از شروع فصل رسیده‌اند، مرور خواهیم داشت بر وضعیت تیم‌های بیگ سیکس و به خصوص مدعی قهرمانی. منچستر سیتی، تیمی که در هفت فصل اخیر 6 مرتبه قهرمان شده و سرمربی‌اش را هم تغییر نداده، با چنین ثبات باز هم برای قهرمانی می‌آید. منچستر سیتی فصل پیش جام را هیجان‌انگیزتر از فصول قبل از آن گرفت و رقیب سرسخت مثل آرسنال داشت. پپ از چالش استقبال می‌کند و در فصل پیشرو هم به شکل متفاوت آن را تجربه خواهد کرد. مثل همیشه ایلینگ هالند گلزن، ستاره نروژی تفاوت‌ها را در دو فصل اخیر رقم زده و باسم این کار را انجام خواهد داد. البته کوین دبراینه هم اگر حضور مستمر در ترکیب سیتی داشته باشد، میتواند به عنوان کاپیتان تیمش را به سوی قهرمانی سوق بدهد. برناردو سیلوا، فیل فودن، ادرسون و رودری هم مهره‌های دیگر هستند که برای گواردیولا ارزش بالایی دارند. باورش سخت است اما منچستر سیتی این تابستان قصد خرید نداشته. تنها بازیکنی که به خدمت گرفتند وینگر راست به نام ساوینیو استراوو است که برای او 21 میلیون پوند خرج کردند. بعید است گواردیولا بازیکن جدید به خدمت بگیرد چرا که ستاره های تیمش هم قصد جدایی ندارند. شانس سیتی باز هم برای کسب جام خیلی بالاست و حتی فصل گذشته که کار دشوار داشتند و هم در نهایت گوی سبقت را از آرسنال و لیورپول ربودند. آرسنال نایب قهرمان لایق فصل گذشته آرسنال بود. تیمی که میتوانست طلسم قهرمان نشدن را پس از دو دهه بشکند اما مایکل آرتتا نتوانست ماموریتش را به بهترین شکل به پایان برساند. حالا او که بارها تا آستانه قطع همکاری با توپچی ها پیش رفته بود این شانس را دارد تا استادش پپ گواردیولا را یک فصل دیگر به چالش بکشد. با اندک ثبات شاید این آرزو دیگر رویا نباشد.
مارتین اودگارد که زمان پدیده ریال مادرید بود حالا کاپیتان آرسنال و یکی از ارزشمندترین بازیکنان لیگ برتر است. کای هاورتز هم در ترکیب آرسنال به خوبی جا افتاده و مرد تعیین کننده خواهد بود. بوکایو ساکا، لیاندرو توروسار و گابریل ها یعنی گابریل جزوس و مارتین لی هم دیگر بازیکنان هستند که در طول فصل آرتتا میتواند روی آنها حساب کند. فقط ریکاردو کالافیوری پدیده 22 ساله اهل روم و میلی پوش ایتالیا در یورو تنها شکار آرسنال در این تابستان بوده. توپچی ها هم مثل اکثر باشگاه های بزرگ در تابستان 2024 تصمیم گرفتن به جای گرد و خاک کردن در بازار به سراغ اندک مهره های بروند که به دردشان میخورند و فعلا فقط همین مدافع خوشتیپ ایتالیایی استخدام شده. آرسنال به شک باز هم در کورس قهرمانی قرار خواهد گرفت، اما رقبای بزرگ دارد که قهرمانی را برایشان سخت خواهد کرد. شاید دومی و شاید هم سومی، کسی چه میداند. لیورپول دیدنی ترین تیم در ابتدای فصل جدید لیگ برتر لیورپول خواهد بود. تیمی که پس از 9 سال و چند ماه دیگر یورگن کلوپ را روی نیمکتش نمیبیند و آرن اسلوت اولین تجربه اش را در جای دورتر از کشور هالند سپری خواهد کرد. عجیب است که لیورپول با وجود تغییر سرمربی برای فصل جدید هیچ بازیکن به خدمت نگرفته و با همان کادر بازیکنان قبلی وارد مسابقه خواهد شد. مثل همیشه محمد صلاح در پای ستاره مصری، آلیسون بکر، ویرجیل فان دایک، ترنت الکساندر آرنولد، دومینیک سوبوسولای، داروین نونیز، لوئیس دیاز و حتی خود کاکپو هم میتوانند بازیکنان باشند که شرایط را برای لیورپول در فصل جدید تغییر میدهند، درست مثل فصل قبل. وقت سرمربی جدید وارد میشود، یکی از اولین کارها جذب بازیکنان محبوبش از تیم یا تیمهای سابقش خواهد بود. عجیب بود که آرن اسلوت چنین برنامه‌ای نداشت و آنقدر بازیکنان لیورپول برایش ارزشمند بودند که تصمیم گرفته با همین تیم برنامه‌هایش را پیاده کند. به نظر هم نمی‌رسد بازیکن تاثیرگذار یا اسم بزرگ تا پایان نقل و انتقالات لیورپولی شود. با حضور آرن اسلوت چیزی برای لیورپول قابل پیش بینی نیست. فصل قبل یورگن کلوپ در کورس قهرمانی کم آورد و حالا سرمربی هلندی باید نواقص تیم کلوپ را برطرف کند تا خیلی زود از سیتی یا آرسنال عقب نماند. تاتنهام آنگه پست کوگلو هفته های آغازین حضورش در لیگ برتر روزهای بسیار خوب را سپری کرد، اما به تدریج تیمش افت کرد و صدرنشین هفته دهم مسابقات در نهایت پنجم شد. به نظر نمی رسد تاتنهام این فصل هم شرایط متفاوت را تجربه کند، اما حداقل این که سرمربی استرالیایی تلاش کرده تا نواقص تیمش را برطرف کند تا حداقل بین بالانشینان باشد. هیونگ مینسون که حالا کاپیتان اسپرس هم شده بازیکن است که اگر چهار تا شبیه او را داشتند شرایط بهتر پیدا می کردند. کریستیان رومیرو کاپیتان دوم تاتنهام، جیمز میدیسون، جیوانی لوسلسور، ریچالیسون و تیمو وارنر هم بازیکنان هستند که برای اسپرس ارزشمند خواهند بود. در این میان نباید کلوسفسکی را هم فراموش کرد. دومینیک سولانکه مهاجم سابق لیورپول از بورنموث با 65 میلیون پوند خریداری شده و برای جذب آرچی گری هافک لیز یونایتد هم 40 میلیون پوند هزینه کردند. لوکاس برگوال هافک سیویدی و مین هیونگ یونگ وینگر کره‌ای هم دیگر خریدهای تابستانی تاتنهام بودند. هواداران تاتنهام سالها در حسرت جام ماندند و حتی تیمشان به کورس قهرمانی هم نمی‌رسد، اما حداقل دلخوش به این هستند که تیمشان بین بزرگان قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد پنجمی مجدد برای تیم پست کگلو رقم بخورد و این فصل هم لیگ قهرمانان را از دست بدهند. چلسی شاید اگر کس دو سال فوتبال دنبال نکرده باشد باور نکند تیم فعلی چلسی است. رومان آبراموویچ رفت و تاد بولی و شرکایش آبیهای لندن را زیر رو کرد تا تیم در حد نام چلسی بسازند. اتفاقی که با مایرس و پوشتینو در نهایت رخ نداد و حالا انزو مارسکا سرمربی دیگری که از دستیاران پپ گواردیولا بوده به استنفورد بریچ آمده. قطعا چلسی با اصلا مدعی نیست، ولی هواداران انتظار بازگشت به لیگ قهرمانان را دارند. بین دوجین بازیکن کم نام و نشان، کول پالمر، میخائیل مودریک، بن چلول، انسو فرناندز، رحیم استرلینگ اگر تا پایان فصل نقل انتقالات جدا نشود، ویسلی فوفانا و آریس جیمز بازیکنان مطرح‌تر هستند. نیکولاس جکسون که زودتر در ترکیب چلسی جا افتاده را هم فراموش نکنید. تاد بولی از خرید کردن برای چلسی سیر نمی‌شود. آبی‌های لندن این تابستان پدرو نتو از ولورهمپتون، فلیپ یورگنسن از ویاریال، رناتو ویاگا از بازل، کینان دوزبری هال از لستر سیتی، امریک کلیمن از آسون ویلا و آرون آنسل مینو از بوکا جونیورز را به خدمت گرفتند. شاید بجز نام اولی به ندرت کس بقیه بازیکنان را بشناسند. ششمی یا هفتمی برای چلسی با سرمربی جدید که هنوز تجربه کار در لیگ برتر را ندارد غیر منتظره نباشد. مارسکا با لستر سیتی به لیگ برتر آمد، اما آن تیم را رها کرد تا حالا چلسی را به هدفش برساند. منچستر یونایتد حواشی منچستر یونایتد از تیم‌های مدعی فصل قبل یعنی منچستر سیتی، لیورپول و آرسنال خیلی بیشتر بوده. قهرمانی در جام حذفی انگلیس باعث شد تا با آسان بر یک تنها اعتماد کنند و حالا سرمربی شیاطین سرخ با کریخانی وارد فصل جدید می شود. منچستر یونایتد هنوز در تلاش است تا به سطح تیمی که سر الکس فرگوسن ساخته بود نزدیک شود، کاری که تقریبا ماموریت غیر ممکن خواهد بود. برونو فرناندز کاپیتان منچستر یونایتد از روز اول در ترکیب این تیم درخشان ظاهر شد و حالا یکی از با تجربه های تیم است. مارکوس راشفورد، کاسمیرو، لیساندرو مارتینز و حتی مدافع جدیدشان ماتیاس دلیخت هم بازیکنان مهم برای اریک تنها خواهند بود. از طرف آندره اونانا و نصیر مزراوی هم برای سرمربی سابق آژاکس بازیکنان ارزشمند هستند.
بعد از جذب دو ستاره جوان یعنی یوشوا زیرگزی از بولونیا و لینی یورو از لیل، ایریک تنهاق به سراغ شاگردان سابقش رفت و ماتیاس دلیخت و ناتیر مزراوی را از بایر مونیخ به خدمت گرفت. منچستر یونایتد عملکرد نسبتا خوب در نقل انتقالات داشته است. به نظر می رسد شیاطین سرخ پیشرفت کنند، اما در حدی که هواداران انتظارش را می کشند. شاید منچستر یونایتد تنهاق بتواند عملکرد ضعیف فصل قبل که با هشتمی تمام شد را به چهارمی در فصل جدید جبران کند. کارواخال موفق شد در رقابت‌های فصل گذشته عملکرد بسیار درخشان را در ترکیب ریال مادرید به نمایش بگذارد و جای خالی بازیکنان حاضر در خط دفاعی این تیم که به دلیل مصونیت قادر به همراهی ریال مادرید را نبودن به خوبی پر کند. نمایش درخشان و خیره کننده او در بازی برگشت برابر منچستر سیتی در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا که یکی از دلایل اصلی کسب عنوان قهرمانی این مسابقات برای ریال مادرید بود، هنوز هم مورد تحسین بسیاری از هواداران این تیم قرار دارد و این درخشش در نهایت باعث شد که او به اردوی تیم ملی اسپانیا برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های اروپای 2024 دعوت شود. حضور او در ترکیب اسپانیا باعث شد که رکورد جالب برای این بازیکن به ثبت برسد که شاید برای بسیاری دست نیافتنی باشد و او را به نوع سایر متمایز می‌کند. کارواخال موفق شد در ماه می قهرمانی در رقابت‌های لالیگا را با ریال مادرید جشن بگیرد. او سپس در ماه جون جام قهرمانی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا را با این تیم بالای سر برد و در ماه جولای هم با تیم ملی اسپانیا قهرمانی در جام ملت‌های اروپا را جشن گرفت. این بازیکن چند شب پیش هم با پیراهن ریال مادرید در دیدار سوپر جام فوتبال اروپا برابر آتالانتا به میدان رفت تا در ماه آگوست هم یک قهرمانی را به نام خودش به ثبت رسانده باشد و رکورد 4 قهرمانی در 4 ماه متوالی را از آن خود کند. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.